سلام و احترامات، یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم به بونجور کمپتریت و یا سلام هموطن. دوستای گرامی، شما را با درس 13 هم که درس است درباره لپختی د کخب یا parts of body معرفی میکنیم. دوستای گرامی، این درس ما قسم آماده شده و یا قسم جور شده که دو بخش دارد که بخش اولش امروز میخوانیم و بخش بعدیش شاید هفته آینده یا بعد از هفته آینده به شما بیاید. دیگه در این بخش از شما معذرت میخواهیم که البته این درس ما کمک وارد دیر شد، تال خورد و دلیلش این است که من هم در زندگیم زیاد مصروف هستم. البته نام خدا 4 اولاد دارم، میفهمین خودتان زندگی خارج میبینین چقدر مصروفیت هست و در پهلوی از او بعضی دیگر مشکلات است که نتوانستیم ما که زودتر برتون آماده کنیم. خو خیلی به هر صورت و درس امروزی ما که است به خاطر دو پارت شده که درس بسیار طولانی میشه و میفهم که بسیاری هموطنان مستفاده کرده نمیتونه. درست است، به خاطر از او ای را به دو بخش برتون تقسیم کردیم، بخش اول و بخش دوم. امروز بخش اولش یا بخش نخستش میخوانیم، بخش دومش در هفته بعدی بخیر و شما آماده میسازمک و پیش میریم. قسمی که شما در لست درستان دیده بودین که چی چیزها را ما شما میخوانیم، درس اول درس دوم خواندیم، امروز درس سیومیستک که لپغانس فیزیک یا فیزیکل اپیرنس میگشه در انگلیسی، یعنی که درباره فیزیک ما شما یا درباره نمایش و درباره از یک شما ظاهرا چه قسم معلوم میشیم درباره از یستک این درس. درست است، این درس که است که دوستای گرامی ما شما میخوانیم این مجبور هستین که یاد بگیرین. بعضی دوستا خود گفت که چرا مجبور هستیم یاد بگیریم، به خاطر از این که روزمره ما شما درباره هر چیز بحث میکنیم، خصوصا درباره دست ما، درباره پای ما، درباره شکم ما، معده ما، گوش ما، چشم ما. درست است، و بالخصوص زمانی که شما پیش دکتر می روین، در معاینه خانه دکتر از شما می پرسد که برادر کجایتان درست نیست و یا چی مریضی دارین، پس به اشاره خود گفته نمیشه نه که دستم درد میکنه یا گوشم درد میکنه و یا و غیره و غیره. به خاطر همین موضوع دیگه شما مجبور مکلف هستین که ای لغت ها را و ای درس خوب سعی یاد بگیرین. درست است؟ دیگه فکر میکنم که بسیار درس جالب است، دلچسب است. البته درس ها کم طولانی است، ناچار مجبور هستیم که درس طولانی بسازیم به خاطر که نمیشه که در یک گپ دو گپ خلاص کنیم و تشریح نشه. درست است، به این قسم نگه. به خاطر همین موضوع این درس دو بخش ساختیم دوستای گرامی، که در بخش اولش شما را معرفی میسازیم به اجزای بدن که دست، پای، چشم، آبرو، سر، گوش و غیره و غیره. در بخش دوم از این درس که ما شما میخوانیم او چی است و او درباره از این است که شما یاد میگیرین که چه قسم پیش یک دکتر میروین، پیش دکتر چی میروین، پیش دکتر گوش میروین، دکتر گلو میروین، دکتر عمومی میروین، دکتر چشم میروین، دکتر چشم چی میگوید، دکتر دندان چی میگوید، دکتر عمومی رو چی میگوید، دکتر که تنها مخصوص خانما میباشه او رو چی میگوید. درست است، و غیره و غیره. به مانند از این شما درباره از یاد میگیرین که دواها رو چی میگوید، مثال گولی رو چی میگوید، کپسول چی میگوید، ملهم چی میگوید، بعضی ها ملهم میگوید، بعضی ها مرهم میگوید. درست است، نگه این موضوعات درس یا پارت دوم است. نگه قبل از اینکه وقتتان ضایع نشه بیا که آغاز کنیم و درس شروع کنیم و عملی ببینیم که چی میخوانیم. دیگه در عین زمان دوستای گرامی، کسایی که چینل نو هست سابسکرایب کنین، دوستایی که سابقه درس میخوانند مهربانی که همراه هموطنان ما شیر بسازین تا که مستفید شوند. خب دوستا، اینجا گفته شده که پختی دو کخب، پختی دو کخب، اجزای بدن. درست است؟ در اجزای بدن دوستای گرامی که ما شما میخوانیم تمام لغت ها طور معمول قسمت جور شده که اول فرانسوی است، بعدا انگلیسی است،
قسم به شما دوستا گفته بودیم در نخست درسای ما که درسای ما همش پروفشنال استک، حرفه‌ای استک، نقطه به نقطه پیش می رویم، بالای هر موضوع گپ می زنیم، به دو زبان به شما تقدیم می شود، به پشتو و دری. هر دوست ما که پشتو دری نمی فهمه پشتو یاد داره، مهربانی کنین در چینل ما مکمل پلیلیست پشتو استک، پشتو رو انتخاب کنین و از ابتدا تا به آخر چقدر که خواندین همش پای در پای میای برتون و مستفید شوین و هر دوست ما که دری است کمی جایش است دیگه پیش می رویم. درست است؟ خب بیاین که آغاز کنیم و کوشش کنین که از همراه من تکرار کنین. تکرار به معنای ازی است که شما با لغت آگاهی بیشتر و یا با متلفظش بیشتر عادت میکنین و به آسانی یاد میگیرین. درست است؟ البته خودم زمانی که من یگان لغت‌ها رو یاد می‌گرفتم باور کنین که در یا گوگل ترانسلیت و یا از خود یک مخصوص دکشنری داشتم، در اومین دختم دو بار سه بار سر بالای زو تلفظ می‌کردم و بعدا یاد می‌گرفتم. و این گپ هم به یاد داشته باشین دوستای گرامی، بعضی و هموطنای ماست که میتونه که لغت‌ها رو پروفشنال استفاده کنه، در آینده میتونه که ترجمان شوه. درست است؟ دیگه او مربوط خودتان میشه. مقصد ما از اخلاص دل به شما هر چیزی که داریم تقدیم میکنیم. درست است؟ خب بیاین که آغاز کنیم. خب لبوش، لبوش، لبوش. چی میگه بوش؟ موت، موت. به انگلیسی موت میگیشه. خب در دری چی مانو؟ دهن یا دان. ما شما در زبان عامیانه دان میگیم، در مؤدبانه که نوشته کنین یا رسمی دهن. درست است؟ وی قسم. خب دوستای گرامی، ما شما آرتیکل خوانده بودیم در درس‌های گذشته که ل ل ل صحیح است. اگر هر دوست ما در چینل نو است نمیفهمه درباره از این موضوع، مهربانی کنید به درس‌های گذشته بروید، تمام ازی به شما توضیح داده شده که ل بچی میه، ل بچی میه و ل بچی میه. صحیح است. یعنی مؤنث، مذکر و اینی ال ای اس که است یا به خاطر جمع میه، یعنی کدام اسم که جمع باشد. حال موی یک تا نمی باشه، موی ها می باشه. درست است؟ پس به خاطر زمی چی است؟ لشوو، 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 هیر یا هیرز. البته به انگلیسی شه یک اس فراموش شده از ما. چی؟ موی ها یا موی های، و البته موی نوشته کردیم دریش هم اشتباه گرفته. خب بخشش باشد. خب لسیل، لسیل، le ciel، le ciel، le ciel. بعضی جایا دوستای گرامی اگه ببینن یک بین قوس یک ام ماندگی است، یک بی ال نوشته است، بعضی دوستا خود گفت که چی معنا میده. اگر در بین از ام نوشته باشه به معنای از که ماسکولین است، یعنی نام مذکر، مذکر است. بله درست است. اگر پی ال باشه به معنای از که نام جمع است. صحیح است. به این قسم به انگلیسی چی میگه le ciel؟ le ciel، eyelashes، eyelashes. چی؟ مژه‌ها، مژه‌ها. البته دوستا این کلمه شاید زیادتر مورد علاقه خانم ها باشد که زیادتر با مژه های خود مثال گپ آرایش میکند و غیره و غیره. درست است؟ به قسم لغت بعدی که هستک دوستای گرامی چی هستک؟ لو کورب، لو کورب، لو کورب، لو کورب. با چی مونو؟ body، body. او با دری چی میگشه؟ بدن، بدن. مطلبی است که تمام جسم شما، تمام بدن شما. درست است؟ بدن که است لو کو، لو کو، لو کو، لو کو. چی رو میگه؟ نک، نک، نک. چی رو میگه دوستو؟ گردن، گردن. صحیح است؟ لا دانت، لا دانت، لا دانت، لا دانت، لا دانت. چی مونو؟ توت، دندان، دندان. صحیح است؟ دندان. بدنش لا جو، لا جو، لا جو. به انگلیسی چی است؟ چیک، چیک. بدری چی است؟ کومه، کومه. دوستای گرامی کومه را خو میفهمین کجا را میگوید؟ نه؟ خصوصا از مردا پایین چشم
و قسمت بالایی ریش، بالایی بینی ما و شما. این چی میگه؟ این کوما میگوید. درست است؟ به یک قسم. و این هم باید داشته باشین که جو چی را میگه دوستا؟ بازی را میگوید. بازی کردن یک سپورت و یا و غیره و غیره. درست است؟ به یک قسم. خب. لغت بعدی که است؟ چی است کو؟ لا لیفر. لا لیفر. لا لیفر. لا لیفر. چی را میگه؟ لپ. لپ. لب. لب ما شما که گپ میزنیم. دان ما. لب ما. درست است؟ لب. بعد از که است؟ لو نی. لو نی. لو نی. چی مانو؟ نوز. بینی. بینی. سیستک؟ دوستای گرامی، اینجا درباره چشم به شما میگه که هم مفردش است و هم مثبتش است. لای. 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 یعنی یک چشم. اگر زمانی که شما درباره هر دو چشم گپ میزنید چی میگن؟ لزیو. 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 درست است؟ که نام چی است که هم؟ نام مذکر است. یعنی مسکولین است. که به انگلیسی چی میگه؟ آی و یا آیز. چشم و یا چشم ها. درست شد؟ خب، اون اوغی. اون اوغی. اون اوغی. دوستای گرامی، قسمی که با شما قبلا گفته بودیم که بعضی موضوعات گرامری است، مثلا لا لا. ببینین اینجا اون آمده. اون همچنان به خاطر نام های چی استفاده میشه که شما درسای گذشته رو خوانده باشین؟ به نام های مؤنث. به نام های ماده. یا نام های زنانه به زبان عامیانه به شما البته بگوییم که درست است. پس اینجا نام گوش مثلا چی استک؟ یک نام مؤنث استک. اون اوغی. اون اوغی. دو دانه الش خوانده نمیشه خب؟ اون اوغی. چی مانو؟ ایر. ایر. گوش. گوش. سیز؟ خب. لغت بعدی که استک؟ لا پومت. لا پومت. لا پومت. چی؟ چک بون. چک بون. استخوان کومه. امی کدام استخوانه که زیر کومی ما شماستک؟ البته به طور خلاصه براتون بگویم دندانای بالاییتون بالایش که استک این قسمت استخوان کومه را پومت میگه. درست شد؟ لغت بعدی که استک لو سخسیل. لو سخسیل. لو سخسیل. آی برو. آی برو. چی مانو؟ ابرو. ابرو. بالای چشمتون کدام موی های که هستک که خانما به خاطر آرایش خود استفاده میکنیشه ایره چی میگه؟ سخسیل. لغت بعدی که هستک لاتت. 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 هد. چی؟ سر. سر. درست است؟ در سلاید بعدی دوستای گرامی که ما شما میخوانیم همچنان لغت هاستک لو ویزاج. لو ویزاج. لو ویزاج. چی مانو؟ فیس. فیس. روی. روی ما شما. درست است؟ لا پواتخین. لا پواتخین. لا پواتخین. La poitrine. Chimono, chest. Chest. Chimono, sina. Sina. Drastas? Sine mo shumo. Albata ke az shane mo payin va az shkam mo balatar i qafaz sine mo ke chiza vujud dara ira poitrine mega. Drastas? Poitrine. Kho. Lughat badi ke astak bas ham چی هستک؟ یک اسم مذکر هستک. ا استومک. ا استومک. ا استومک. یا استومک. درست است؟ که به انگلیسی بر چی میگه؟ استومک. استومک. معده. معده. درست است؟ معده رو خود میفهمید دوستای گرامی. جایی که غذا میخورین و غذایتان ذخیره میشه. او رو معده میگوید. لو بغا. لو بغا. لو بغا. لو برا.
لبغه، آرم، بازو. بازو رو خود استاد گرامی کلتان میگه میفهمی ناجت به تشریش نیست که بازو چی است. اون ای پول، اون ای پول، اون ای پول، اون ای پول، اون ای پول. چی مانا؟ شولدر، شانه، شانه. درست است؟ لو کود، لو کود، لو کود، لو کود. البو، چی مانا؟ آرنج، آرنج. درست است؟ لغت بعدی لو پوانیه، لو پوانیه، لو پوانیه. چی مانا؟ رست، بند دست، بند دست. و یک قسم لما، 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 هند، دست. درست است؟ لو دوا، لو دوا، لو دوا. چی مانا؟ فینگر، انگشت. درست است؟ انگشت دست. درست شد؟ به یک قسم لغت بعدی که هستک دوستای گرامی ان اونگل، ان اونگل یا لو اونگل. باز هم ای اسم چی هستک؟ اسم مذکر هستک دوستای گرامی. فینگر نیل، اونگل چی رو میگه؟ فینگر نیل، ناخون یا ناخون. ما شما ناخون نوشته میکنیم ولی ناخون میگویم. درست است؟ به قسم لغت بعدی که هستک لو پوس، لو پوس، لو پوس. درست هستک؟ پس شسته چی میگوید؟ شسته پوس میگوید. تمب به انگلیسی چیه؟ تمب. لغت بعدی که هستک لو دو، لو دو، لو دو، لو دو، لو دو. چی مانو؟ بک، تخته پشت ما. شما به زبان ما عامیانه ما شما میگیم تخته پشتم درد میکنه. اگر شما قسم درد داشته باشین پس پیش دکتر که میرین چی میگین؟ جسوی جمال او دو. باز لغت ها البته جملات در آینده میاد سلاید بعدی که چه قسم جمله جور میکنین. درست است؟ خب کلمه بعدی که هستک لا جامب، لا جامب، لا جامب، لا جامب. لیک، پا، پا. لو جانو، لو جانو، لو جانو، لو جانو. نی، زانو. لا شویه، لا شویه، لا شویه، لا شویه. انکل، ببخشین اونکل، اونکل. بوجولک، درست است؟ بوجولک با. لو پیه، لو پیه، لو پیه. چی است؟ فوت، فوت. یه هم با. درست است؟ بس بعض دوست ها خواد گفته که بین جامب و پیه چی فرق است؟ جام دوستای گرامی پای از قسمت سورین تا آخر پای ایره جام میگوید. پیه که هستک از قسمت بجلک پا پایینه میگوید. درست است؟ پس حال شما بیشترش اینجا یاد میگیرین. خیر خب دوستای گرامی در این قسمت البته کم بحث شده بالای ازی که چه قسم شما بر دکتر خود معرفی میکنین. البته دردتان برایشون پیشنهاد میکنین یا دردتان برای دکتر میگوین که چه قسم مریضی دارین، در کجایتان درد است، چه قسمه، چه قسم نیست. و در درس بعدی یا در بخش دوهم به شما بیشتر معلومات در اونجا است. درست است؟ پس اینجا زمانی که شما هر ماینه خانه میرمید اول سوال از شما چی میکنه دکتر؟ کس که نوابه. چی؟ کس که نوابه. آرام تلفظش کنی چی میشه؟ کس که نه و با. چی درست نیست و یا چی صحیح نیست و یا چی شده ده. پس جواب شما با چی شروع میشه؟ جمال، جمال. اگر شما کنجگز مخانده باشین ابواغ کتی ج، ج من دارم درد، من دارم درد، نقطه نقطه
با چی؟ البته در جای نقطه نقطه ببینین، اگر اسم مذکر باشد ای میایه، او میایه. اگر اسم مؤنث باشد ای میایه، به رنگ گلابی به شما نشان داده شده. اگر اسم با اچ شروع شده باشه یا با واول شروع شده باشه ای ا لو میایه، همراه اپاسترافی. اگر یک اسم مثبت باشه همراه پلوغیل، همراه او میایه. سیستک. و اگر بله در آخرش چی میگنین؟ پختی د کوخب، پختی د کوخب. حال زمانی که شما جمله جور میکنین، از این یا آغاز میکنین یا ایره میگیرین و یا ایره میگیریم و یا ایره میگیریم یا ایره میگویم و آخر یک جزء بدن میگیریم به قسم. درست است؟ پس بیاین که شروع کنیم و کار کنیم. زمانی که دکتر از شما پرسان میکند که کس که نوابا چی شده دانه و یا چی درست نیست، چی میگین؟ جمال على تت، جمال على تت. سعی کنین ما از اینجا شروع کنیم. جمال على تت. یک قسم آمد. زمانی که از شما گردنتان درد میکند چی میگین؟ جمال او کو، او کو. ببینین اسم مذکر است لو کو. اینجا چی استفاده میکنین؟ او استفاده میکنین. به جای لو او استفاده میکنین. جمال او کو. زمانی که شما شانه تان درد میکنه چه قسم میگین؟ جمال الو پول، جمال الی پول. درست است؟ لی پول. اینجا ببینین به یک قسم. اگر شما بازویتان درد میکنه چی میگین؟ جمال او بغا، جمال او بغا. اگر شما نافتان درد میکنه چه قسم میگین؟ جمال او نمبغیل، جمال او نمبغیل. اگر شما شکمتان درد میکنه درست استک؟ پس چی میگین؟ جمال او وانتخ، جمال او وانتخ. اگر شما باز میده درد مخصوص هستین، یکی ببینین، یکی شکم درد است، یکی میده درد است. دوستان میده ببینین در این قسمت است جایی که موسم است، و شکم که است از این قسمت از ناف چار دور ناف و پایین ناف تا به این قسمت ها را آمده البته در شمار میرود. پس این قسمت وانتخ میگه. اگر شما مشخص میده درد هستین با شما چی میگین؟ جمال او استمک. اگر شما کلش کمتان درد میکنه باز چی میگن؟ جمال او وانتخ به یک قسم. اگر شما دستتان درد میکنه باز چی میگن؟ جمال علمه، جمال علمه. اگر شما پتتان درد میکنه دوستا، پت کویس میگه، کویس. بعض دوستای ما اگر رانهای مرغ خریده باشین ببینین در سر از اون نوشته است کویس. درست است؟ پس اینجا ببینین کویس. حالا اگر شما پتتان درد میکنه بگوین که جمال الکویس، جمال الکویس. اگر شما پایتان درد میکنه چی میگین؟ جمال الجامب، جمال الجامب. اگر شما پایتان درد میکنه ببینین جامب از این قسمت شروع میشه تا پایین میایه، پی ببینین این قسمت پایه میگوید، از بجلک به پایین میگوید. پس جمال او پی، جمال او پی. اگر شما انگشتای کلان و انگشتای بزرگ پایتان درد میکنه چی میگین؟ جمال لخته، جمال لخته. اخته ای در عموما انگشت بزرگ پای میگوید. درست است؟ به یک قسم. اگر شما سینه تان درد داره جمال علا پواتخین، جمال علا پواتخین. اگر شما قسمت پیش روی دستتان درد میکنه که در چیزی که شما در تصویر میبینین درست است، پس چی میگین؟ جمال الوانت بغا، جمال الوانت بغا، الوانت بغا. اوانت پیش روی میگوید، بغا بازو رو میگوید. البته ببینین اینجا بازو به خود بازو استفاده شد، ای در اینجا شما ای پیش روی دست هم پیش روی بازو گفته میتونین به قسم. درست است؟ اگر شما بند دستان درد میکنه چی میگین؟ چی میگین؟ جمال او پوانیه، جمال او پوانیه. اگر انگشتاتان درد میکنه، انگشتان درد میکنه چی میگین؟ جمال او دوا، جمال او دوا. اگر شستتان درد میکنه یا شستتان چیز مشکل داره با چی میگین؟ جمال او پوس، جمال او پوس. درست است؟ به یک قسم. اگر شما زانویتان درد داره با چی میگین؟ جمال او جنو، جمال او جنو. ببینین اسم مذکر است. و اگر شما بجلک پایتان درد داره باز چی میگین؟ نام مؤنث است.
جمال علی شویه، جمال علی شویه. به یک قسم این دوستای گرامی دفیس، دفیس پیش روی بدن ما شما بود. حالا اگر شما درباره پشت بدن شما گپ میزنه، سوال میکنه، شما میتونید که به یک قسم اظهار کنین و یا بگین که چی مشکل دارین. ببینین دی دو پشت سر، درست است؟ خب لنوک. حالا اگر شما پشت گردنتون درد میکنه، صحیح است؟ یکی پیش روی گردن است، یکی پشت گردن. پیش روی گردن ببینید کو میگوید و پشت گردن نوک، نوک، درست است؟ حالا اگر شما بگوین که از من گردنم درد میکنه، یعنی پشت گردنم درد میکنه، باز چی میگین؟ جمال علا نوک، جمال علا نوک. اگر شما تخته پشتتان درد میکنه، میبینین تخته پشتتان به این اندازه جای گرفته میشه، جمال او دو، جمال او دو. اگر آرنجتان درد میکنه، باز هم اسم مذکرش چی میگوین؟ جمال او کود، جمال او کود. اگر شما کمرتان درد داره، این قسمت کمرتان رو میبینین که کمربند انداخته میشه، با شما چی میگین؟ جمال علی هنج، جمال علی هنج. چرا علی میگین؟ به خاطر که اسم مؤنث است. اگر شما با معذرت درد دارین در قسمت های سرینتون، درست است؟ البته فیس دو طرف سرینه میگوید، درست است؟ معذرت میخواهیم دوستا، یه چیزی هست که عمومی ما شما ضرورت داریم برش، به خاطر ازو به شما در سلاید آورده، درست است؟ پس اگر شما مریض میباشین و ششتا نمیتونین و درد دارین در قسمت هایتون، شما گفته میتونین که جمال علی فیس، جمال علی فس، درست است؟ اگر شما دلک پایتان درد میکنه، درست است؟ این دلک پای میگه در فارسی نه؟ پس شما نام مؤنث مذکر است، ببین جمال او مولی، جمال او مولی. و اگر تل پایتان درد داره، این قسمت پایتان میبینین، این چی میگه؟ تلون، تلون یا لو تلون. پس چی میگن؟ جمال او تلون، جمال او تلون. به یک قسم دوستای گرامی، درست است؟ پس دوستای گرامی، ای بوده که شما چه قسم جملات جور میکنین پیش یک دکتر. زمانی که دکتر شما پرسان میکنه که کس کنه واپا، شما هر قسمت بدنتون که احساس درست ندارین، برای زو بگوین که این قسمت من مشکل داره. مثلا بینی شما درد داره، چی میگن؟ جمال او نی، صحیح است؟ مثلا دان شما درد داره، جمال او بوش یا علبوش، درست است؟ جمال علبوش. و مثل از این هر جایتون که مشکل داشته باشه، شما میتونین که از این قسمت، از این لغت ها را کوشش کنین که یادی یاد بگیرین و استفاده کنین در زندگی روزمره‌تان، درست است؟ مثلا کل رویتون مشکل داره، یا مثال گپ شانه تان، مثال گپ بند دستتان، و یا هر جایی که باشه، شما میتونین که مشکلاتتان به این قسم اظهار کنین به دکتر و شما دردتان صحیح برازو بگین تا که اونها برتان دوای درست پیشنهاد کنن. دیگه دوستای گرامی فکر میکنن که درس به پایین نیست. بله، باز هم در کنکلوژن درس ما مثل دبیتیوت برتان گفته شده که در این درس پی دی افش لینک در دسکریپشن برتان میباشه، کوشش کنین دانلود کنین، کار کنین. باز هم دوستا قبل و قبلن که به شما گفته بودیم اک مهربانی کنین، یک لغت کم از کم 10 بار بنویسین، 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 بنویسین. البته ما شما داشتیم میگم بنویس، بنویس تا که شوی خوشنویس. البته خوشنویس مهم نیست اینجا، این مهمی است که شما هر چقدر بنویسین، همقدر او لغت در حافظه شما جانشین میشود. دیگه این پیشنهادم است به شما. دیگه درس به اتمام رسید، تا درس بعدی یا درس دوم ازیره شما را به الله یکتا میسپرم. خدا حافظ و نگهدارتان. خداحافظ.